آموزش باستوق ژله‌ای در خدمت شما دوستان عزیز هستم. بینندگان عزیز، باستوق ژله‌ای از جمله دسرها و تنقلاتی به حساب میاد که فوق‌العاده با طبع بچه ها هست، مناسب جشن ها و مهمونی های شما عزیزان هست. از این رو آموزش باستوق ژله‌ای رو برای این برنامه انتخاب کردیم. برای تهیه باستوق ژله‌ای نیاز داریم به پودر ژله 1 بسته، شکر 1 لیوان، نشاسته 1/2 لیوان، آب سرد 1.5 لیوان، گلاب 1/2 لیوان، پودر نالگیر به مقدار دلخواه. دوستان عزیز، پودر نارگیل برای مرحله نهایی این باسلوق هست که بعد از آماده شدن باسلوق اون رو داخل پودر نارگیل میغلطونیم. پس من فعلا پودر نارگیل رو کنار میذارم و شروع میکنم به تهیه این باسلوق. نشاسته رو درون آب سرد کاملا حل میکنم. برای حل کردن نشاسته نیاز داریم که آب کاملا یخ و سرد باشه تا ذرات نشاسته داخل آب گلوله گلوله نشه. من همیشه بعد از اینکه نشاسته رو داخل آب حل میکنم، از یه علک یا صافی استفاده میکنم تا گلوله های نشاسته داخل کارم باقی نمونه و همگی رو هم صاف و یک نواخت و یک دست بشه. بعد از این مرحله ما بقیه مواد رو اضافه میکنم. شکر ترتیب خاصی نداره. پودر ژله. تو انتخاب طعم پودر ژله هم کاملا آزادیم و هر رنگ و طعمی رو که دوست داشته باشین میتونین انتخاب کنید. بعد از اضافه کردن پودر ژله، شکر، گلاب رو اضافه کردم و همه این مواد رو با هم روی حرارت ملایم قرار میدم. مدام هم میزنم تا غلیظ شه و به غلظت مناسب برسه. خدمتتون گفتم همه مواد رو با هم مخلوط کردم، روی حرارت ملایم گذاشتم و مدام اینها رو با هم میزنم تا به غلظت فرنی برسم. دوستان عزیز، همینطور که ملاحظه میفرمایید مواد من به غلظت لازم رسیدن و اونو میخوام داخل قالب بریزم. قالبی که من برایش در نظر گرفتم یه قالب مستطیلیه که از قبل خیسش کردم، یه نایلون رو باز کردم، داخلش انداختم و بعد مواد رو توی یه قالب می‌ریزم. بعد از اینکه قالب رو با مواد پر کردیم، 7 تا 8 ساعت داخل یخچال قرار بدین این رو. بعد از اینکه کاملا مواد خودش رو گرفت، به اندازه های متفاوت و دلخواهی که داریم ببرین. حتی میتونید از قالب های به شکل گل، قلب، دایره استفاده کنید و باسلوق ها رو به حالت و شکل های قالب در بیارید. بعد از اینکه قالب زدید یا مواد رو مستطیلی یا به شکل لوزی برش زدید، داخل پودر نارگیل اونها رو بغلتونید. من این رو داخل 6 تا 7 ساعت داخل یخچال قرار میدم. بعد از اینکه آماده شد اون رو تزیین میکنم و نتیجه نهایی کار رو خدمت شما عزیزان به نمایش میگذاریم. امیدوارم که از آموزش امروز هم بهره کافی رو برده باشید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار. قبل از اینکه شروع به کار بکنیم، ما یک پیمانه نشاسته رو داشتیم که ما نشاسته رو داخل ظرف می‌ریزیم. من توضیح بدم که 2 تا پیمانه آب رو من گذاشتم روی حرارت جوش بیاد. این شکری هم که داریم بهش اضافه می‌کنیم و بعد 1 پیمانه از آبمون رو روی نشاسته می‌ریزیم. نشاسته رو حل میکنیم که دونه نداشته باشه. اگر احیانا تونه یه وقت توی کار متوجه شدن که نشاستشون امکان داره
یه وقت گلوله داشته باشه یا خوب حل نشه از یه صافی حل میکنم. خب نشاسته رو کاملا حل میکنیم. بعد از اینکه نشاسته رو کاملا حل شد، به آب در حال جوش که شکرمون رو دیگه داخلش ریختیم و یه مقدار شکر حل شده ازاد. بعد از اینکه دیگه کاملا پخته شد و بوی خامش گرفته شد، گلاب بهش اضافه میکنیم. نهایتا آخرهای کار میشه که گلاب یه مقدار عطرش بمونه داخل کارمون. بعد از اینکه گلاب رو استفاده کردیم و اون گلاب جذب موادمون شد، اینو یه مقدار از اینو که من برمیدارم با رنگی دلخواه، حالا قرمز، من اینجا زعفرون دارم که یه مقدار زعفرون میزنم. میخوایم وسط هندوانه حالت رنگ زرد داشته باشه. حالا میتونن جای این از آب لبو یا الان فصل توت شاتوت توتای بال خودمون سیاهو که دارن آب خیلی خوب میده برای کارشون. اینو با قاشق میریزیم انتهای زرد. حالا میتونیم نصف اینو از به اصطلاح رنگ زرد استفاده کنیم، نصف دیگه هم رنگ قرمز که دو رنگ داشته باشه. این کارمون رو انجام دادیم، میام باز دوباره از رنگ سفیدمون، اون پوسته هندوانه اگر دقت کرده باشیم یه حالت بعد از رنگ سفید رنگی رو داره. بعد رنگ سفید رو میذاریم یه لایه نازک. حالا چون این موادمون الان یه کم هنوز داغه، یه حالت تقریبا شلی رو داره، ولی اگر بذارم بمونه بعد رنگ سردم سبزمونم که یه خورده سردتر شده ببینه راحت پوشش پیدا میکنه. من اینو با این نایلون کاملا فشرده میکنم و سطح روش رو همه رو یه اندازه صاف میکنم. حالا این که یه مقدار بمونه گرماش گرفته بشه و اون حالت چی رو داشته باشه خیلی راحت در میاد و ما میتونیم شکل بدیم بهش. حالا اینو ما میتونیم با چاقو یه لوزه خیلی کوچولو درست کنیم. این هم به عنوان دونه های من چقدر نگران دونه هاش نمازه خواهم فرد موقع چیکار کنه دونه ها رو. آره این هم به عنوان دونه چیپسی آره شکلات چیپسی هم به عنوان دونه های کارمون استفاده میکنیم. حالا میتونن همین رو داخل یه نایلون یه مقدار نالگی رو بپاشن، بعد اینو رو سطح نایلون فریزرشون پهن کنن، بعد این مغز گردو رو لابلای اون کار یعنی مواد باسلقشون قرار بدن، بعد لولش کنن، یه حالت رولتی میشه، روله کنن و بعد برش بزنن که این مدل قدیمی که داشتیم یکی لقمه ای بود، یکی همون حالت رولتی که بینش بفهم یه بار که مرور کنیم خانم. خب برای باسلقمون ما نشاسته رو یک پیمانه داشتیم، آب سه پیمانه، پودر نالگی رو، پودر گردو رو داشتیم، خود گردو رو داشتیم که برای تزیین استفاده میکردیم و برای درست کردنش هم آب با شکر گذاشتیم، دو پیمانه آب با شکر گذاشتیم، جوش اومد، شکر محل شد، یه پیمانه آب هم با نشاسته حل کردیم، بهش اضافه کردیم و شروع کردیم مخلوط کردن تا اینکه کاملا غلیظ و سفت شد. بعد اینکه نشاسته پخته میشه گلاب رو اضافه میکنیم و نهایتا در آخر کار که یه مقدار حالت سفت و غلیظ پیدا کرد دیگه با گردو نارگی تزیین میکنیم که حالا شکل‌های مختلف رو من توضیح دادم. مواد لازم رو خدمتتون عرض میکنم. برای باسلق میوه‌ای ما احتیاج داریم به 1.5 پیمانه آب، نصف پیمانه گلاب، پودر نشاسته نصف پیمانه، پودر نارگیل نصف پیمانه، شکر 1 پیمانه و پودر ژله، که پودر ژله رو میتونیم با هر طعم دلخواهی که خواستیم انتخاب کنیم. ما 1.5 لیوان آب رو توی ظرف مورد نظر می‌ریزیم. بعد از اون پودر نشاسته رو اضافه می‌کنیم. پودر نشاسته رو با آب به خوبی مخلوط می‌کنیم تا آب و پودر و نشاستمون به خوبی با هم مخلوط بشه و یک دست بشه. بهتر نشاسته گندم استفاده کنیم
نشاسته ذرت هم با نشاسته ذرت هم میشه باز لغمه درست کرد، ولی خب نشاسته گندم بهتر جواب میده. بعد از اون ما نصف پیمانه گلاب رو اضافه میکنیم، شکر که گفتیم شکرمون باید یک پیمانه باشه، در مرحله آخر ما پودر ژله اضافه میکنیم. پودر ژله که اینجا من استفاده کردم از پودر ژله آلبالوه، ولی خب شما با هر طعم دلخواهی که خواستین میتونین باسلوق میوه‌ای رو آماده کنید. بعد از اینکه موادمون یک دست شد و با هم مخلوط شد، ظرفمون رو روی شعله قرار میدیم و اجازه میدیم که موادمون چند تا جوش بزنه. بعد از اینکه موادمون چند تا جوش زد، اون رو توی قالبی که داریم میریزیم و اجازه میدیم یه مقدار سرد بشه و بعد اون رو به مدت 5 ساعت توی یخچال قرار میدیم. الان من شعله گاز رو روشن کردم. مواد رو بهتره که مدام هم بزنیم که این موادمون یک دست بشه و نشاسته شکر توی باسلوق تهنشین نشه. بهتره که نشاسته رو با آب سرد مخلوط کنیم، چون اگه نشاسته با آب گرم مخلوط بشه از همون اول یه مقدار حالت گلوله‌ای میشه و باسلوق ما به خوبی درست نمیشه. ظرفی که من انتخاب کردم برای باسلوق یه ظرف پیرکس مستطیلی شکله. بعد از اینکه مواد باسلوق رو توی ظرف ریختیم، به مدت 5 ساعت یخچال قرار میدیم و بعد اون رو بیرون میاریم و برش میزنیم. برای راحتی کار من یه نایلون کف ظرف قرار دادم که میتونیم از کاغذ روغنی هم استفاده کنیم. همونطوری که میبینیم الان باسلوق ما چند تا جوش زد. بعد از این چند تا جوش زد ما باسلوق رو از روی حرارت بر میداریم، اجازه میدیم یکم از داغی بیفته و بعد اون رو توی ظرف بریزیم. این مواد باسلوق رو توی یخچال قرار میدیم به مدت 5 ساعت، هرچی بیشتر هم بمونه بهتره. بعد از 5 ساعت ما باسلوق رو برش میدیم. آلبالو درست کردم و برش دادم. بعد از 5 ساعت که توی یخچال استراحت کرد و یک باسلوق دیگه با طعم آناناس درست کردم که طرز برش رو به شما آموزش میدم. بعد از اینکه تمام باسلوق رو برش دادیم، اونها رو یکی یکی برمیداریم، توی پودر نارگیل میغلطونیم و توی ظرفمون قرار میدیم. همونطوری که گفتم از گردو برای تزئین میتونیم استفاده کنیم. بعد از اینکه توی پودر نارگیل مواد رو غلطوندیم، بهتره که نیم تا یک ساعت توی یخچال قرار بدیم
که باسلوغمون به خوبی خودش رو بگیره. برای عزیز ما باسلوغ ما آماده است. اگر که طعم میوه‌ای اونو دوست نداشتید میتونید که پودر ژله رو از باسلوغ حذف کنید. حتی میتونید از پودر نارگیل کمتر استفاده کنید و بیشتر از گردو استفاده کنید. و من این باسلوغ رو با دو طعم آلبالو آناناس آماده کردم. شما با هر طعمی که دوست داشتید میتونید آماده کنید. این باسلوغ رو تقدیم کنم به همه بیننده های عزیز. تا یه برنامه دیگه و یک غذای دیگه.